امروز با اولین ابزار تخصصی برای طراحی تله جواهر آشنا میشیم و ابزار رینگ هستش. از توی تب جولری زیر مجموعه رینگ ویزارد رو انتخاب میکنن. اولین تب مربوط به المنت های پیش ساخته هستش که به صورت کلاود توی سیستم قرار داره، ولی باید نرم افزار خریداری شده باشه و یک یوزر پسورد داشته باشین تا دسترسی پیدا بکنیم. ولی به طور معمول تب آخر امکان ایجاد یک حلقه رو به ما میده و این امکان برای ما وجود داره که حلقه رو به سلیقه خودمون دیزاین کنیم. اولین قسمتی که باش برخورد میکنیم سایز حلقه است و استانداردی که استفاده میکنیم. مثلا الان اینجا استاندارد کشور آلمان انتخاب شده و سایز 58. وقتی که داریم یه حلقه طراحی میکنیم از قبل باید بدونیم که سایز کسی که داریم برش طراحی میکنیم چی هست و طبق چه استانداردی. میتونم کلیک بکنم و استانداردو بر اساس کشور انتخاب بکنم. ما میذاریم رو همون آلمان بمونه و میبینیم که اینجا یه سری عدد داریم که نشونگر سایز مورد نظر ما میتونه باشه. قطر حلقه رو میتونیم به صورت دستی بدون اینکه استاندارد خاصی رو رعایت بکنیم، اگر اندازش رو به میلیمتر داشته باشیم، میتونیم اینجا وارد بکنیم. یه سری کره روی این حلقه هستش و قابل انتخابه. اگر هر کدوم از این کره ها رو انتخاب بکنیم پروفایل ما تو اون قسمت مشخص میشه. من میتونم تو هر قسمتی که انتخاب میشه یک پروفایل با سایز مخصوص خودش و شکل مخصوص خودش اختصاص بدم، یا اینکه میتونم به صورت یک نواخت در سر تا سر حلقه فقط یک پروفایل و یک سایز داشته باشم. عرض و ارتفاع این پروفایل به دو صورت قابل تنظیمه، یک به صورت دستی با کلیک کردن درگ کردن، یا اینکه میتونم دبل کلیک بکنم اندازش رو مشخص بکنم، مثلا 2.5 اینتر، یا اینکه میتونم از این قسمت تغییر بدم. خب میبینی شکل مشخص میکنه، مثلا این عرض رو تغییر میده، این ارتفاع رو تغییر میده، ارتفاع پروفایلم رو. این قسمت پروفایل رو میچرخونه. میتونه مقادیر مثبت یا منفی داشته باشه که به صورت پیش‌فرض روی صفر هستش. این قسمت وقتی مثبت باشه حلقه از شعاع اولیه‌اش فاصله میگیره. من میذارم روی صفر بمونه. باز اگه از این زاویه نگاه بکنی این قسمت پروفایل منو میچرخونه. برای ایجاد پیچش توی حلقه میتونیم از این استفاده بکنیم. و این باکس هم مخصوص ضخامت دادن به حلقه است. تو حالت صفر با ضخامت کامل، ولی اگه یه عدد بهش بدیم میبینیم که به صورت یک پوسته در میاد حلقه ما. حالا من یه ذره عددش رو بیشتر میکنم، ببینیم این داخل حلقه انگار خالی میشه. وقتی روی صفر بذاریم ضخامت کامل داره، یعنی داخلش خالی نیست. و این قسمت هم به صورت عرضی از شعاعمون فاصله میگیره. میشه پروفایل رو عوض کرد. وقتی که انتخابش بکنیم و از اینجا یک شکل جدید براش انتخاب بکنیم، دبل کلیک میکنم میبینی پروفایل عوض میشه. حالا میشه یکی از این پروفایل ها رو از انتخاب خارج کرد و فقط تغییرات رو روی یکی از پروفایل ها اعمال کردش. ببینیم مثلا من میتونم شکل این رو عوض بکنم. در حالی که شکل پروفایل بالا عوض نشده، شکل پروفایل پایین عوض میشه و میبینیم که به تدریج از این پروفایل ما به این پروفایل بالا میرسیم. گفتم سایزش هم میتونه متفاوت باشه. پروفایل پایین از انتخاب خارج میکنم، پروفایل بالا رو انتخاب میکنم و ببینیم میتونم یک سایز متفاوت بهش بدم. پروفایل پایین رو انتخاب میکنم، دوباره کوچیکترش میکنم. ببینین که به چه سادگی میتونم
یه حلقه ایجاد بکنم که پیچیدگی خاص خودش هم داشته باشه از نظر ظاهری، ولی طراحیش بسیار ساده است. هر موقع اگر خواستم سایز حلقه رو عوض بکنم، گفتم میتونیم روی استاندارد مورد نظرم کلیک کنیم و حلقه برای ما بزرگ یا کوچیک میشه و به صورت یک نواخت بزرگ کوچیک میشه، یعنی اندازه هاش هم بر اساس اون استانداردی که ما بهش میدیم بزرگ کوچیک میشه، فقط کات نمیکنه. اگر بخوام از یک پروفایل استفاده بکنم که اینجا نباشه، میتونم پروفایل رو توی حالت 2D بکشم و در نهایت اینجا اضافه بکنم. از این بخش میتونم متریال مورد نظر رو برای حلقه در نظر بگیرم. دبل کلیک میکنم، متریال اعمال میشه. در نهایت با زدن این تیک دستور کامل میشه و کار طراحی حلقه تموم میشه.